سلام عرض میکنم خدمت همه بچه های گل کلاس پنجم. بچه های گلم امروز میخواییم درس 12 هدیه یعنی خورشید پشت ابر رو با هم دیگه بخونیم. جلسه پیش گفتم که این درس مربوط به زندگی امام زمان علیه السلام هستش که مانند خورشیدی میمونه که فعلا پشت ابره، یعنی غایب هستش و هنوز ظهور نکردن ایشون. ماه در میان آسمان نور افشانی می کرد، سامرا سراسر سکوت بود و خانه امام حسن عسکری علیه السلام سراپا انتظار. چون ما گفتیم امام حسن عسکری در مدینه به دنیا اومد، اما به همراه پدرشون امام هادی به سامرا اومدن و در منطقه به نام عسکر زندگی می کردن. همونجا بود که حالا خواهیم خوند که امام زمان توی سامرا به دنیا اومدن. فرشته ها چشم انتظار ولادت نوزادی بودند که برگزیده خدا بود. خلیفه عباسی در کاخ خودش خفته بود و وحشت از تولد نوزادی که بساط او را به هم میزند آرامشش را آشفته و خوابش را غرق در کابوس کرده بود. زندگی امام زمان اوایلش مانند زندگی حضرت موسی هستش. بچه‌ها الان جلوتر می‌خوایم ببینیم چه اتفاقاتی می‌افته. به سربازان و جاسوسانش گفته بود یک لحظه هم از خانه حسن ابن علی امام حسن عسکری علیه السلام چشم بر ندارید. همین که زنی باردار یا زنی را با نوزادی شیرخوار دیدید دستگیر کنید و به دربار بیاورید. این وحشت و نگرانی کابوسی بود که بر سر همه خلفای عباسی سایه انداخته بود. بچه ها اونا می دونستن که قرار فرزندی به دنیا بیاد که بعد از اینکه بزرگ شد کاخ اونها رو از بین ببره، این ظلمی رو که دارن در حق مردم می کنن از بین ببره. به خاطر همین می خواستن نوزاد که به دنیا اومد از بین ببرنش. همه می دانستن که روزی فرزندی از نسل پیامبر به دنیا خواهد آمد که امید مظلومان است و دشمن ظالمان. به همین دلیل همیشه خانه امامان عزیز را زیر نظر داشتند. امام حسن عسکری علیه السلام و همسر گرامی او نرجس و حکیم خاتون عمه امام در خانه بودند. پس امام به همراه عمه‌شون و به همراه همسرشون تو خانه بودند. حکیم خاتون که عمه امام هستش بانوی دانا و بزرگوار و دختر امام جواد علیه السلام بود. حکیم خاتون نرجس را بسیار دوست داشت، یعنی همسر امام حسن عسکری رو خیلی دوست داشت و او را زیر نظر خود تربیت کرده بود. امام حسن عسکری علیه السلام به ایشان گفته بود عمه جان به خانه ما بیا و در کنار نرجس بمان، زیرا امشب جانشین من به دنیا خواهد آمد و خدا تو را با دیدن او شاد خواهد کرد. امام حسن عسکری به عمه شون گفته بودن که عمه امشب پسر من قراره به دنیا بیاد، بیا کنار همسرم باش امشب. نزدیک سحر بود و نرجس غرق نیایش و ستایش خدای مهربان. ثانیه ها به سختی سپری می شد. سرانجام زمان موعود فرار رسید. خانه امام نورباران شد و چشمان نرجس از شوق مثل ستاره درخشید. نوزاد عزیز نرجس لبخند زد و با لبخندش دل مادرش را که از نگرانی سرشار بود از نشاط لبریز کرد. امام حسن عسکری علیه السلام فرزندش را در آغوش گرفت و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت. ما هر کدوم از بچه‌هامون که به دنیا بیان، چون مسلمون هستیم و شیعه هستیم، وقتی بچه به دنیا میاد تو گوش راستش اذان میگن، گوش چپش اقامه میگن. فرزند عزیز امام دور از نگاه نگهبانان و جاسوسان خلیفه عباسی به دنیا اومد، یعنی بدون اینکه نگهبانها و جاسوسان متوجه بشن که این فرزند به دنیا اومده، این فرزند در خانه به دنیا اومد. خلیفه عباسی به خیال خام خیش فکر میکرد میتواند از تولد این نوزاد جلوگیری کند.
بچه ها، خدا میخواست که این فرزند به دنیا بیاد. هر چقدر هم که خلیفه عباسی مأمور گذاشت که مراقب باشن این اتفاق نیفته، اما چون خدا میخواست این نوزاد به دنیا اومد. او نیز راه باطل فرعون مصر را پیمود و نمیدانست همون خدایی که حضرت موسی را از دست فرعون نجات داد، فرزند امام حسن عسکری را نیز از آسیب خلیفه عباسی در امان نگه می‌دارد. دقیقاً خلفای عباسی هم مانند فرعون مصر بودند. دلشون می‌خواست که این فرزند به دنیا نیاد، اما چون خدا می‌خواست که به دنیا بیاد، قطعاً به دنیا میاد. حضرت مهدی علیه السلام در سال 255 هجری به دنیا آمد، یعنی 255 سال پس از هجرت پیامبر از مکه به مدینه به دنیا آمد. او 12 امامه، اما 14 معصومه بچه ها، چون دو تا از معصوم های ما امام نیستن، یکیشون حضرت محمد هستش که پیامبر بزرگ خداه و یکیش هم حضرت فاطمه هستش که جز 12 امام حساب نمیشن. ایشون 12 امام و 14 معصومه و آخرین جانشین پیامبر خداست، یعنی بعد از ایشون دیگه قرار نیستش امامی به دنیا بیاد. پیامبر خدا درباره او فرموده است: مهدی از خاندان من و از اهل بیت من است، نام او مثل نام من است، او شبیه ترین مردم به من است از جهت گفتار و رفتار و رخسار. یعنی هم چهرش شبیه پیامبره، هم رفتارش شبیه پیامبره و هم نوع صحبت کردن و گفتارش شبیه پیامبره. مهدی، منصور و ولیعصر از لقب‌های مشهور امام زمان هستند، یعنی اسم واقعیشون هیچ کدوم اینها نیست، اینا لقبای امامن. گفتیم نام او مانند نام پیامبره، یعنی نام پیامبرم که احمد بوده، نام اصلی حضرت مهدی هم احمده. از لقب‌های مشهور امام زمان هستند مهدی و منصور و ولیعصر، اما مشهورترین لقب او قائم است. قائم به چه معناه؟ به معنای قیام کننده. اینجاشو اصلاح میکنم. میگه مهدی از خاندان من و از اهل بیت من است، نام او مثل نام من است، او شبیه ترین من مردم به من است از جهت گفتار و رفتار و رخسار. یعنی امام مهدی هم چهرش شبیه پیامبر بوده، هم نوع رفتارش و هم نوع صحبت کردن و گفتارش. میگه مهدی، منصور و ولیعصر از لقب‌های مشهور امام زمانن. پس مهدی اسم اصلیشون نیستش، ما گفتیم اسمشون شبیه نام پیامبر هستش، اما مشهورترین لقبشون چی هستش؟ قائم هستش و به معنای قیام کننده. پس مشهورترین لقب امام زمان قائمه، اما مهدی و منصور و ولیعصر هم از لقب‌های ایشونه. حضرت مهدی علیه السلام بزرگترین قیام را در دنیا انجام خواهد داد، به خاطر همین اسمش رو گذاشتن قائم. رسول خدا صلی الله علیه و آله مژده داده است که ببینیم پیامبر چه مژده ای راجبه حضرت مهدی دادن. او روزی ظهور می کند و دنیا را پر از عدالت خواهد کرد، در حالی که ظلم و ستم آن را فرا گرفته است. با این حال مردم در زمان غیبت نیز می توانند از حضرت مهدی عجل الله فرجه بهره‌مند گردند. پیامبر اسلام می فرمایند مردم هنگام غیبت او از هدایتش بهره میبرند. اینطوری نیستش که اگر امام زمان غایب بود مردم بهره نبرند، نه، پیامبر میگه مردم تو زمان غیبت هم بهره میبرند.
همان گونه که از خورشید پشت ابر بهره میبرند. بچه ها نگاه کنید، خیلی وقتا خورشید پشت ابر میره، دیده نمیشه، اما آیا وجود نداره؟ آیا ما ازش استفاده نمی کنیم؟ از گرماش، از نورش استفاده نمیشه؟ میگه امام زمان هم همونطوره، شاید دیده نشه الان چون غایب هستش، غیبت داره، اما قطعا وجود داره و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. امام مهدی عجل الله فرجه مانند خورشید درخشانی است که اگرچه جمال بی‌نظیرش را نمی‌بینیم ولی از روشناییش سود می‌بریم و برای رسیدن زمان ظهورش دست به دعا برمی‌داریم. انشالله که زودتر ایشون هم ظهور کنن و ما بتونیم مستقیم‌تر از ایشون استفاده بکنیم. اما پایین سفر رو نگاه کنید، میگه معصوم کسی است که هیچگاه گناه نمی کند. ما گفتیم 14 معصوم داریم، 12 تاشون 12 اماممونن، یکیشون پیامبرمونه و یکی هم حضرت فاطمه هستش. معصوم به معنای اینه که هیچگاه گناه نمی کند. 14 معصوم ما عبارتند از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، حضرت زهرا و 12 امام ما که رو هم میشن 14 تا. اما بریم صفحه بعد. میگه برایم بگو چه شباهت هایی میان امام زمان عجل الله فرجه و خورشید پشت ابر وجود دارد، آنها را در جدول زیر بنویسید. خب ما میخواییم ببینیم خورشید پشت ابر رو چی براش نوشته، برای امام زمان هم همونها رو انتقال بدیم. گفته خورشید پشت ابر، بالاخره زمانی از پشت ابر بیرون میاد. هر خورشیدی هم که بچه ها هر وقت خورشیدم پشت ابر بره، پشت هر ابری بره، بالاخره از پشت ابر بیرون میاد، بالاخره دیده میشه، همیشه هوا ابری نمیمونه. پس ما هم اینور میگیم بالاخره زمانی غیبت ایشان تمام می شود. درسته الان طولانی شده، اما قطعا یه روزی تموم میشه و ظهور می کنند. همونطور که خورشید از پشت ابر بالاخره بیرون میاد و دیده میشه، امام زمان هم قطعا ظهور خواهند کرد. انشالله که ما اون روز باشیم و ببینیم ظهور کردنشونو. هرچند مردم آن را نمی بینند، یعنی خورشید پشت ابر را نمی بینند، از نور و فواید آن بهره‌مند می شوند. پس ما میور میگیم هرچند مردم ایشان را نمی بینند، یعنی امام زمان را نمی بینیم، ولی از وجود ایشان بهره‌مند میشویم. درسته نمیبینیم، اما میتونیم ازشون استفاده بکنیم. دیگه چی بچه‌ها؟ میگیم ایشان با ظهورشان جهان را روشن و پر از عدل می کنند. وقتی امام زمان ظهور کنند، جهان رو پر از عدل می کنند، پر از روشنایی می کنند. خب وقتی خورشیدم از پشت ابر بیاد بیرون چه اتفاقی می افته؟ همه جا رو روشن می کنه. پس وقتی خورشید از پشت ابر بیرون بیاید، همه جا را روشن می کند. هر دوشون با اومدنشون دنیا رو روشن می کند. اما بریم صفحه بعد. بگرد و پیدا کن، پاسخ این سوالات رو در متن پیدا کنید و خانه های آنها رو رنگ بزنید. چه می بینید؟ میگه یکی از لقب‌های حضرت مهدی عجل الله فرجه است که وقتی آن را میشنوم به احترام ایشان می ایستیم. میگیم چیه بچه ها؟ قائمه.
وقتی ما کلمه قائم رو میشنویم به احترام ایشون بلند میشیم از جامون. خب پس ما میخواییم قائم رو توی جدول پیدا کنیم، اما بذارید همه رو یه دفعه با هم دیگه پیدا کنیم. سوال دو، یکی از لقب‌های امام زمان عجل الله فرجه به معنای هدایت شده، میگیم مهدی. مهدی یعنی هدایت شده توسط خدا. از لقب‌های امام زمان عجل الله فرجه به معنای صاحب عصر و زمان، ولی عصر یعنی صاحب عصر و زمان. اما از لقب‌های امام زمان به معنای یاری شده میگیم منصور، یعنی کسی که یاری شده. اما میایم حالا اینها رو پیداشون میکنیم، قائم رو توی جدول پیدا میکنیم و رنگ میکنیم. بعدیش مهدیه، میخواییم مهدی رو پیدا کنیم. میبینیم مهدی هم به این شکل میشه، پشت. بعدیش ولی عصره، ولی عصرم میگردیم پیدا میکنیم و پرش میکنیم. و آخریش هم کلمه منصوره، منصورم میگردیم و پیدا میکنیم. خب بچه ها چی میبینیم اینجا؟ میبینیم که عدد 12 در اومده. پس چه میبینید؟ مینویسیم عدد 12 را. اما بریم پایین تر، میگه آنچه میبینید با موضوع درس چه ارتباطی دارد؟ خب عدد، عدد 12، شماره درسمونم 12، مربوط هم هست به امام 12ممون یعنی امام زمان. پس مینویسیم عدد 12 را میبینیم که شماره این درس هم 12 است و مربوط به امام 12 یعنی امام زمان عجل الله فرجه است. همه چیش شد 12. اما صفحه بعد کامل کنید، به این سوالات درباره امام زمان عجل الله فرجه پاسخ دهید. پاسخ ها را به ترتیب شماره ها به صورت عمودی در جدول قرار دهید و رمز را از قسمت مشخص شده بخوانید. این کلمه با امام زمان چه ارتباطی دارد؟ خب اول میخوایم شروع کنیم جواب دادن. نام عمه ایشان میگیم حکیمه خاتون. چندمین امام هستن امام زمان؟ میگیم 12. نام مادرشون چیه؟ نرجس. اولین کلامی که پدر در گوش راست فرزند گفت چی بود؟ میگیم اذان، چون اقامه رو در گوش چپ گفتن. محل تولدشون؟ ایشون در سامرا به دنیا اومدن. چندمین معصومن؟ میگیم 14. اما 12 امامن بچه ها. خب همین ها رو میخواییم توی جدول بیاییم قرار بدیم. اولیش بود حکیم خاتون. حکیم خاتون. دومیش بود گفتیم 12. سومی چی بود بچه ها؟ نرجس. چهارمیش گفتیم اذان بودش. پنجمیش هم سامرا بود. و ششمیش بود 14. حالا میخواییم رمز رو بخونیم. چی هستش بچه ها؟ امام حسن عسکری.
امام حسن عسکری میدونیم که امام 11 و پدر امام 12 امام زمانه. پس تو بالا که گفته چه ارتباطی این کلمه با امام زمان داره، میگیم امام حسن عسکری پدر امام زمان هستند. اما بریم سراغ صفحه بعد همخوانی کنیم. بچه ها میخواییم این شعر رو با همدیگه بخونیم. این شعرم از آقای سید محمد مهاجرانی هستش که ایشون شعرهای بسیار زیادی در رابطه با امامان بزرگوار ما سرودند. میگه ای امامی که نام زیبایت مثل گلها شکفته بر لب ما، قصه های محبت آمیزد بهترین قصه های هر شب ما، نام نیکت شبیه پیغمبر، گلی از بوستان فاطمه ای، یعنی از بچه های حضرت فاطمه ای، پیشوایی شجاع و بیمانند، مهربانی و رهبر همه ای. ای که از دشت و کوه و کوچه و شهر نر نرمک همیشه می گذری، با همه همزبان و همراهی، از دل ما همیشه با خبری، آفتاب همیشه تابانی، روشنی بخش چشم دنیایی، سایبان امید و ساحل مهر، آرزوی تمام دلهایی. انشالله که ایشون هر چه زودتر ظهور کنن و جهان رو نورانی کنن با وجود خودشون. بررسی کنید هر یک از این ویژگی های امام زمان علیه السلام به کدام یک از پیامبران شباهت دارد. تولد مخفیانه شون بچه ها شبیه کیه؟ حضرت موسی. چون جفتشون هم طوری به دنیا اومدن که خلیفه و حاکم و پادشاه ستمگر اون زمان دنبال این بود که نوزادان پسر رو از دنیا ببره. عمر طولانیشون میگیم شبیه حضرت نوحه، چون حضرت نوح عمری بسیار طولانی داشتن. چهره و رفتارشون هم شبیه حضرت محمده، چون خود حضرت محمد گفتن که ایشون هم رفتارش هم چهرش و هم گفتارش شبیه منه. به کار ببندیم. مهدی جان، ای امام مهربان ما، خوب میدانم که از حال ما با خبری، همیشه به فکر ما هستی و برای ما دعا میکنی. کاش که ما هم قدری به فکر امام زمانمون باشیم. کارهای خوب ما تو را خوشحال میکند و کارهای بد ما تو را ناراحت. با تو عهد میبندم. خب بچه گلم، این رو خودتونم میتونید پر کنید. حالا منم الان یه توضیحی راجبش میدم، اما بازم شما هم میتونید به اختیار خودتون مطالب دیگه بنویسید. ما میخواییم با امام زمان عهد کنیم که از این به بعد میخوام تلاش کنم تا چی بشه، با تمام توانم میخوام چی کار انجام بدم. خب من یه دونه متن براتون مینویسم، شما باز میتونید متنهای دیگرم به کار بگیرید. تلاش کنم تا کارهای خوب انجام دهم و با کارهای خوبم شما را شاد کنم. چون اینجا گفتیم که کارهای خوب ما ایشون رو خوشحال میکنه. و برای آمدنت دعا کنم، با تمام توانم برای آمدنت تلاش میکنم تا فردی لایق باشم، تا در زمان ظهورت بتوانم در کنار شما خدمت کنم. انشالله که همینطور باشه.
بچه های گلم این درس هم تموم شد، کاربرگ مربوط به این درس رو حل کنید تا انشالله جلسه بعد با هم کاربرگ ها رو چک کنیم. خسته نباشید و خدا نگهدارتون. بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزان عزیز پایه پنجم، کاربرگ 12 رو در خدمت شما هستم. با هم دیگه میخونیم و جواب سوالات رو مرور میکنیم بهتون میدم. سوال 1: با کمک یک کاغذ شفاف قرینه نقطه آ نسبت به نقطه ب را رسم کنید. بچه‌ها یک کاغذ شفاف یا یک تلق شفاف رو برمیدارید، آ و ب رو روی اون علامت میزنید با ماجیک، نقطه ب رو ثابت نگه میدارید، نسبت به ب تلق رو میچرخونید تا قرینه نقطه آ به دست بیاد که این نقطه میشه نقطه قرینهش، قرینه آ به دست میاد. راه دیگه ای که ما میتونیم انجام بدیم جدول شطرنجی که روی این سوال برای ما کشیده، از آ تا ب میشمونیم ببینیم چقدر حرکت کرده. 1, 2, 3, 4 تا رفته سمت راست، 1, 2 و 3 اومده به نقطه ب رسیده. حالا خلاف جهت همین حرکت ما میایم 1, 2, 3 تا میایم پایین و 1, 2, 3, 4 تا میاییم سمت راست، خلاف اون حرکت میکنیم. که اگر آ رو به ب من وصل کنم، آ رو به ب وصل کنم و به اندازه خودش ادامه بدم، قرینه آ به دست میاد. پس الان ما دو تا راه حل رو با همدیگه مرور کردیم. یکی این که از آ تا ب رو روی تلق مشخص کنم، نقطه ب که مرکز تقارن هست رو ثابت نگه دارم و نسبت به نقطه ب بچرخونم تلق رو و نقطه قرینش که آ هست به دست بیارم. پس ب اینجا میشه مرکز تقارن. دوران هم بچه ها بهش میگیم، چون ما داریم تلق رو میچرخونیم بهش دوران هم میگیم. دوران چند درجه؟ 180 درجه. یعنی اون تلقه رو ما 180 درجه چرخوندیم و نقطه آ بر آ منطبق شده که قرینش به دست اومده نسبت به نقطه آ. خب سال 4: در هر کدوم از شکل ها مرکز تقارن را مشخص کنید. بچه ها من میام اول حدس میزنم کدوم نقطه چرخیده به کجا رسیده. مثلا این نقطه پایین به نظر من اومده چرخیده رسیده به اینجا، یا دوران پیدا کرده رسیده به اینجا. نقطه قرمز رنگ به نظر من اومده به اینجا. بعد که شکل رو میکشم میبینید که چه تغییری کرده. مثلا نقطه آبی بعد از دوران اومده این قسمت پایین قرار گرفته، یا این نقطه‌ای که الان سبز میکشم بعد از دوران اومده به اینجا. حالا که این حدس رو زدم، یعنی شکل من 180 درجه اگر به چرخه دقیقا منطبق میشه بر شکلی که اون طرف کشیده شده. یعنی نقطه زرد میفته رو زرد، قرمز میفته رو قرمز، آبی میفته رو آبی و سبز هم میفته روی سبز. به این ما میگیم چرخش یا دوران 180 درجه. حالا چطوری مرکزش رو پیدا کنم؟ میام از نقطه آ، از نقطه قرمز خطی رو میکشم به نقطه قرمزی که این پایین در نظر گرفته بودم. از نقطه زرد، بهتره که البته این خطا رو من نقطه چین بکشم، نقطه زرد
رو وصل میکنم به نقطه زرد. خب این خطی که نقطه چین کشیدم با خط قرمزی که کشیده بودم یه جا هم دیگه رو قطع میکنن، اون نقطه میشه نقطه مرکز تقارن. پس این نقطه میشه مرکز تقارنش. اگر خط آبی رو بکشم دقیقاً باید از همین جا بگذره. این کار رو شما لطف کنید با خطکش انجام بدید، با تلق انجام بدید، فیلم برداری کنید و برای من بفرستید. نقطه سبز همینطور. خب چون سبز میفته رو زرد من نمیکشم که شلوغ بشه، ادامش میاد تا اینجا. پس اونجایی که خطهای گوشهای شکل به هم وصل کردم هم دیگه رو قطع میکنن، اون نقطه میشه مرکز تقارن شکل. پس نقطه مرکز تقارن شکل رو به دست میارم. مرکز تقارن این نقطه است. همه خطون هم اگه دقت کرده باشید 180 درجه دوران داشته. خب دانش آموزان عزیز، سال یک و یه بار دیگه من با خطکش براتون نشون میدم که ببینید چطوری اندازه میگیرید. چون نسبت به ب میخوام دوران بدم یا تقارنش رو پیدا کنم، ب میشه مرکز تقارن. خطکش رو میارم میذارم روی آ تا ب، فاصله رو اندازه میگیرم. اینجا این شکلی که من کشیدم دوتا نقطه 6 سانت با هم فاصله دارن، پس 6 سانت دیگه من ادامه میدم و نقطه قرینه آ رو پیدا میکنم که میشه نقطه روی 12 سانتیمتر. این نقطه میشه قرینه نقطه آ. یا اینکه میام به کمک خطکش و کشیدن یه خط از آ تا ب یه خط میکشم 6 سانت، به اندازه خود 6 سانت ادامه میدم. قرینه نقطه آ نسبت به ب به دست میاد که به ب میگی مرکز تقارن شکل. پس ب میشه مرکز تقارن. سوال دو، قرینه نقطه میم نسبت به مرکز تقارن رسم شده است، شما مرکز تقارن را مشخص کنید. بچه ها پس از میم یه خطی کشیده شده تا نه یا نون و نسبت به یه نقطه قرینه شده. میم و نون نسبت به هم قرینه هستن. از ما مرکز تقارن رو خواسته. پس یکی از راهاش اینه که اون شطرنجیه مشخصه، میام تعداد مربع‌ها رو میشمرم ببینم چه تغییری کرده یا وسط اون مربع‌ها کجا قرار میگیره. راه دومش اینه که من اینا رو روی کاغذ شفاف بکشم، بعد میام نقطه میم و نور رو با تا زدن کاغذ ببینم وسطشون کجاست، اینا بر هم منطبق بشن، اون نقطه بشه مرکز. راه سومش اینه که من خطکش رو بیارم بذارم روی میم تا نون که اینجا الان میبینید بچه ها 6 سانتیمتر فاصله داره. یعنی اگه از میم تا نون من خط بکشم یه خط 6 سانتیمتری رسم میشه و میام وسط اون خط رو پیدا میکنم که اینجا نقطه میم هستش، نقطه 3 سانتی، این نقطه ای که الان سبز گذاشتم، مثلا بذارم دال. نقطه دال مرکز تقارن هستش، فاصله دوتاشون 6 بوده، مرکز تقارن شده 3. مجددا سوال 4 رو بچه ها برای شما قسمت دومش رو رسم میکنم. گفته نقطه پاره خط ب میم قرینه م ب یا ب میم قرینش این قسمته، مرکز تقارنش رو پیدا کنید. خب یکی از راهاش گفتم که کاغذ شطرنجی رو بشمرید، یا اینکه شفاف کاغذ شفاف تر نظر بگیرید بیارید تا کنید بر هم منطبق بشن، و راه دیگرش هم اینه که به کمک خطکش من بیام پاره خط
آ تا ببخشید میم تا میمو اندازه بگیرم، یه خط بکشم که بهتر بود که خطمونم نقطه چین باشه و دوباره بیام خطکش رو طوری قرار بدم که از ب تا ب رو به هم وصل کنم، از ب تا ب رو به هم دیگه وصلش کنم، با رنگ دیگه اینا رو به هم وصل میکنم. پس به تا به هم به هم دیگه وصلش کردم. این دوتا خط تو یه نقطه هم دیگه رو قطع میکنن، تو اون نقطه ای که به هم رسیدن اون نقطه میشه مرکز تقارن. پس این نقطه رو هم به دست آوردیم، مرکز تقارن شکلمون شد. و شکل پایینی دایره رو بازم میتونیم نقطه های مختلفی رو ازش در نظر بگیریم، گوشه های دایره رو در نظر بگیریم، اینی که سبز رنگ کردم یا این نقطه که قرمز رنگ میخونمشون. و بهترینشون بچه ها، یعنی به ما کمک میکنه برای رسم، مرکز دایره است، چون میتونیم اندازه شعاع رو داشته باشیم یه دایره این خودش بکشیم که اینجا چون کشیده شده برای رسم ما مشکلی نداریم. دوباره میاییم خطکش رو قرار میدیم رو نقطه هایی که برای ما گفته، مثلا سبز رنگ و نقطه سبز رو به سبز وصلش میکنیم. به کمک یه خط صاف این دوتا نقطه رو به هم دیگه وصل میکنیم و چه بهتر که با خطکش و نقطه چین این کار رو انجام بدیم. نقطه های زردن به هم دیگه متصل میکنیم که مرکز دایره هستش. کامل شد با مرکز تقارن رو پیدا کردم، ولی میتونم نقطه های قرمزم به هم دیگه بکشم وصلشون کنم خطکشو میذارم و نقطه چین یا خط راست میکشم. این خط ها تو یه نقطه هم دیگه رو قطع میکنن، اون نقطه میشه مرکز تقارن. پس این دو نقطه شد مرکز تقارن این شکلمون. این یه نقطه، برای شکل بالایی هم این زرد مرکز تقارن هستش. سوال سه، به کمک یک کاغذ شفاف قرینه شکل‌های زیر را نسبت به نقطه تقارن رسم کنید. بچه‌ها پس کاغذ شفاف برمی‌دارید، می‌ذارید روی تصویر، سه تا نقطه مثلا آ ج س و پاره خط آج رو روش رسم می‌کنید. نقطه سین مرکز تقارنه، پس نسبت به اون ثابت نگه می‌دارید نقطه سینو و 180 درجه تلقتون رو میچرخونید. دوباره نقطه آ و ج رو روی کاغذ مشخص میکنید، آ رو به ج وصل کنید، تقارن نقطه این پارخط یا قرینه این پارخط نسبت به نقطه سه به دست میاد و سه میشه مرکز تقارن. حالا من با کمک خطکش این کار رو انجام میدم و به شما نشون میدیم که چطوری میتونیم تقارن شکل رو بکشیم. از آ میام نسبت به جیم، ببخشید، از آ نسبت به نقطه سین
قرینه رو پیدا کنم. فاصله شون نگاه میکنم میبینم 3 سانت هستش، پس از آ وصل میکنم به جی ببخشید سین و به اندازه 3 سانتی متر میرم جلوتر. نقطه ای که به دست میاد نقطه قرینه نقطه آ هستش، پس قرینه نقطه، پس بچه ها اومدم به کمک خطکش اندازه گرفتم از نقطه آ تا سین 3 سانتی متر بود، به اندازه 3 سانتی متر دیگه در خلاف جهتش حرکت کردم، رسیدم به نقطه آ قرینه نقطه، که این نقطه میشه نقطه آ قرینش، و همین کار رو برای جیم انجام میدم. میام نسبت به نقطه سین قرینه اونو پیدا میکنم. خب فاصله شو من میتونم اندازه بگیرم ببینم چقدر فاصله داره. این رأس پاره خطم 3 سانت فاصله داره، پس میام 3 سانت رو وصل میکنم به اندازه خودش ادامه میدم و رأس جیمم پیدا میشه، پس این نقطه هم نقطه جیم هست. نقطه جیمم پس مشخص میکنم، نقطه آرم که پیدا کرده بودم، مجدداً آرو با جیم به وسیله خطکش به هم دیگه بستشون میکنم، خطکشو میذارم و آرو به جیم بستش میکنم. قرینه نقطه پاره خط آجه نسبت به نقطه سین پایین به دست میاد ج آ یا آ ج. همه این چرخش همونن بچه ها تو دوران مرکزی 180 درجه است، یعنی اگه با تلق ما اینو میکشیدیم دقیقا آجه رو 180 درجه میچرخوندم منطبق میشد بر آجی که این پایین کشیدم قرمز رنگ هستش. و شکل بعدیمون مثلث رو باید همین کار رو بکنیم. خب بچه ها نقطه آ رو میخوام نسبت به میم قرینش رو پیدا کنم، خطکش رو میذارم رو نقطه آ و تا میم اندازه میگیرم. خب همونطور که روی تصویر مشخصه 4 سانتیمتر فاصله داره، پس من میام از آ یه خطچین یا نقطشی میکشم تا میم و به اندازه همون ادامه میدم تا قرینش پیدا بشه. این نقطه نقطه قرینه آ میشه نسبت به نقطه میم که داده بود. دوباره خطکش رو میذارم روی جیم و به اندازه خودش فاصله میدم. قبل از اون بچه ها این زاویه رو به شما نشون بدم، قرینه آ نسبت به نقطه میم این پایین افتاد. اگر دقت کنید نقاله رو، طرز کار نقاله هم بچه ها به این شکله که میام خط بر خط منطبق میکنم این زرع پایینیشو و نقطه رأسشو اون مرکز نقاله رو میذارم رو نقطه مرکزی زاویه یا اینجا نقطه مرکز تقارنمون. همونطور که میبینید بچه ها یه زاویه 180 درجه درست میشه، پس دورانمون میشه دوران 180 درجه. پس نقطه بعدی رو میام رسمش میکنم. میتونم من با شمارش مربع ها این کار رو بکنم، پس از نقطه جیم 1 2 3 4 تا فاصله داره تا نقطه میم، به اندازه 4 تا میام این برتر 1 2 3 4 این نقطه میشه نقطه قرینه نقطه جیم نسبت به نقطه میم، و
پس قرینش نسبت به نقطه میم به دست میاد. و خط راستم اگه میکشیدم یا نقطه چین قرینه اون به دست میومد. حالا میام پاره خط و جیم رو به هم دیگه وصل میکنم، قرینه اون پاره خط به دست میاد. آ و جیم رو به هم وصل میکنم، قرینه نقطه قرینه خواسته شده اون شکل به دست میاد. میرم شکل بعدی یا اون دایره‌ای که پایین کشیده شده و به همین شکل سه تا ضلع مثلث رو رسم می‌کنیم و دوران یافته مثلث آ جیم دال نسبت به نقطه م که مرکز تقارن باشه به دست میاد. حالا برای دایره، بچه‌ها برای دایره بهترین کار این بود که گفتم یکی از نقطه‌ها رو مرکز دایره بگیریم، نقطه بعدی رو گوشه هاش بگیریم. چون مرکز دایره رو داشته باشیم یا این نیم دایره رو، میتونیم خیلی راحت با اندازه‌گیری شعاع دایره اونو رسمش کنیم. پس وصل میکنیم به هر نقطه رو که به دست آوردیم مثل مرکز دایره، فاصله شو تا سیم به دست میاریم که اینجا سه تا مربع است، سه تا مربع میرم سمت دیگه، اینجا میشه مرکز دایره جدیدمون. و به همین شکل نقاط بعد هم مشخص میکنیم. خب پس دهنه پرگار رو بچه ها به اندازی دو تا از اون مربع ها باز میکنم و یه نیم دایره اینجا من رسم میکنم که این نیم دایره دقیقا قرینه دایره پایینی هست نسبت به نقطه سین. خب برمیگردم سوال چهار رو، قسمت پایینش رو میخوام مرکز تقارن رو پیدا کنم. پس خطکش رو میارم میذارم روی نقاطی که حدس میذارم دوران پیدا کرده و 180 درجه چرخیده. این دوتا نقطه رو میتونم به هم دیگه وصلشون کنم و اگه یه نقطه دیگه ای رو در نظر بگیرم، مثلا این نقطه پایین رو، اولین نقطه ای که داریم، میام میگیرم روش، فاصله شو اندازه میگیرم یا نه اول خط رو میکشم تا ببینم تو چه نقطه ای به هم برخورد میکنن دو تا پاره خطام. اون نقطه میشه نقطه مرکز تقارن. هر کدوم از گوشه ها رو بگیریم همین حالت رو به دست میده، یعنی میتونیم همه نقاط رو ما رسم کنیم، میتونیم با رسم دو تا نقطه هم مرکز تقارن رو پیدا کنیم. بچه ها این از این آخرین گوشه‌ای که البته گوشه‌ها میگم چون شکل ال هستش، نقطه‌های مختلفی رو میتونید در نظر بگیرید. همه این نقطه‌ها رو به هم وصل کنیم، مرکز تقارن جاییه که خطا به هم رسیدن. یه نقطه دیگه همون خط صاف پایینی هستش که میتونه رو خود شکل بیفته. پس همه این خطا یا پاره خط ها تو یه نقطه به هم رسیدن. اون نقطه رو ما میذاریم به اسم مرکز تقارن شکل. این نقطه میشه مرکز تقارن شکل.
بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزان عزیز پایه پنجم، سوال پنج کاربرگ 12 رو براتون میخونم و با هم دیگه حل میکنیم. با توجه به شکل های سمت چپ در هر شکل بنویسید که تقارن محوری است یا تقارن مرکزی. خب بچه ها، اگر من این وسطی محور تقارن در نظر بگیرم، این اولین شکلمون تقارن محوری میشه. شکل دوم چرخیده، قسمتی که دایره شکل اومده پایین، پس دوران مرکزی یا تقارن مرکزی میشه. شکل پایینیمون تقارن محوری هستش. شکل بعدیمون تقارن مرکزی. خب سوال 6 رو همینجا براتون حل میکنم بچه ها. گفته با استفاده از تقارن مرکزی شکل ها را مثل هم رنگ کنیم. شکل اول رو بچه ها اشتباه کشیده، اینو اول شکلش رو اصلاح کنیم بعد بیایم بکشیم. در اصل باید این مستطیل قسمت پایینش کشیده میشد، یعنی اون قسمت بالا باید پاک بشه. خب حالا میشه تقارن مرکزی یا دوران 180 درجه. پس من میام رنگ هایی رو که میخوام انتخاب میکنم. این قسمت باید رنگ آبی بشه بچه ها، که شکل این شکل همون بالایی بشه. قسمت پایینش باید رنگ سبز بشه، مربع پایینی، و یه قسمتی هم باید زرد رنگ بشه. این که شبیه مستطیل هستش باید، یا خود مستطیلیه، باید زرد رنگ بشه. و یکی از خطاشو من میکشم که ببینید چطوری. مثلا این گوشه رو، این گوشه از شکل رو دوران بدم یا تقرن بدم، به مرکز وصل میکنم، به اندازه خودش ادامه میدم. این تقارن، تقارن مرکزی یا دوران 180 درجه است. همه گوشه ها رو میتونیم اینطوری انتقالش بدیم. خب ادامه سوال بچه ها. سوال 5 قسمت پایین تقارن محوری هستش، تقارن مرکزی. این شکل تقارن محوری، این شکل تقارن مرکزی، این شکل تقارن مرکزی، چون چرخیده بچه ها شکل 180 درجه چرخیده. این یکی تقارن محوری نسبت به محور قرینه شده، پس میشه تقارن محوری. البته این محوری که اینجا کشیدم تقریبا وسط باید کشیده بشه، فقط میخواستم ببینید که نسبت به محور تقارن پیدا کرده. و سمت چپ سوال 6، میخوام که دوتا فلش قرینه هم دیگه باشن یا تقارن مرکزی ایجاد شده باشه. پس این شکل به این وضع شده و ادامه پیدا کرده تا اینجا. پس مستطیل باید رنگ زرد بشه و قسمت نوک پیکان یا فلش باید سبز رنگ بشه و تقارن مرکزی یا دوران 180 درجه هستش. پرچمه، میله پرچم باید آبی رنگ بشه، میله پرچم باید آبی رنگ بشه و خود پرچم باید زرد رنگ بشه. و دورانش هم یا تقارنش هم بچه ها یه نقطه از اینو وصل میکنیم به مرکز، به اندازه خودش ادامه میدیم. همه این نقاط به همین صورتن.
این مرکز تقارن هستش. هر نقطه‌ای رو شما در نظر بگیرید دوران بدید باید بیفته روی خود شکل یا تقارن 180 درجه. توی شکل پایینی نیم دایره یه گوشش رو بس میکنم به دایره و به اندازه خودش ادامه میدم، بازم 180 درجه چرخیده یا تقارن داشته. پس بیام خود نیم دایره رو آبی رنگ میکنم، و مربعی که ایجاد شده قرمز رنگ میکنم. پس به این حالت میگیم تقارن مرکزی یا دوران 180 درجه. ادامه سوال بچه‌ها، شکل رو نگاه کنید. سوال 5، تقارن محوری داره. شکل بعدیمون تقارن مرکزی و شکل پایین اولیش تقارن محوریه بچه ها، چون چرخیده جای مشکی چی شده؟ 180 درجه چرخیده، ولی شکل روبروش تقارن محوری و آخرین شکل سمت چپ یا سوال 6 که پرچم ها رو اگه ما 180 درجه بچرخونیم یا تقارن مرکزی رو ایجاد کنیم، پرچم آبی باید بیاد این پایین و پرچم قرمز باید بره سمت راست. پس پرچم قرمز هم اینجا مشخص میکنم که تقارن مرکزی داشته یا دوران 180 درجه نسبت به این نقطه قرینه شده.